بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. حسین باقری هستم از فلج فیکس و خیلی خوشحالم که توی کامنتش دیگه هم با شما همراه هستیم. اما خب عزیزان، همونطور که در ویدیوهای قبلی من قولش داده بودم، توی این ویدیو می‌خوام در مورد نرم‌افزار میرمات صحبت کنم. این نرم‌افزار خیلی ساده است برای بحث خوشنویسی، قیمتش هم خوبه به نسبت، و می‌خوام با هم ببینیم که نرم‌افزار چطوری هست. وقتی که شما می‌خواید نرم‌افزار رو تهیه بکنید، باید وارد سایت مریم سافت بشید با آدرس maryamsoft.com. فارسی هم سرچ کنید، مریم سافت میاره بالا سایتو. و وقتی که شما وارد نرم افزار شدید، توی بخش محصولات میرماد رو شما میتونید که کلیک کنید، خرید آنلاین، و میتونید که خریدش رو انجام بدید. قیمتش 25 تومان بود، یک کوچولو گرانتر شد، اما خب الان یه آفی خورده 32 تومان. میتونید که تعداد کاربرش رو هم زیادتر بکنید و به راحتی هاش تمام این افزار رو تهیه بکنید. اما حالا بریم سراغ خود قابلیتاش. من نرم افزار میرماد رو وقتی که بخوایم فعال بکنیم، باید بیام از این قسمت میرماد رو، از قسمت در واقع منوی ویندوز میرماد رو، بعد من یک کلیک روش بکنم تا اون نرم افزار اصلی باز بشه و در نهایت وردپد اون باز میشه. این نرم افزار یه سری فونت‌های ساده‌ای داره، یه سری فونت‌های در واقع محدودی داره که خب قابلیتاش به نسبت کلیک شاید 1/5 باشه. اما اگر شما کارتون کار ساده است، خیلی کار تخصصیه، تایپوگرافی در واقع نستعلیق، شکست نستعلیق و اتفاقات اینچنینی خاص ندارید، میتونید که خیلی ساده و خوب از این نرم افزار استفاده بکنید. مثلا من نویسم بسم الله الرحمن الرحیم، که البته به صورت چیز شناختش. بذارید مثلا من عوض بکنم، مثلا یا فاطمه تو زهرا مثلا. برای استفاده از این نرم افزار، شما وقتی که کنترل A زدید، باید بیانید از این قسمت عبارت WM underline رو بزنید، یه اینتر بکنید، فونت برای شما اینجا ظاهر میشه. مثلا من امروز روی 150 که واضح بشه. فونتش عزیزان معلا هست، نسخ هست، نسخ عثمان‌طه‌ها، نستعلیق، پیروز 1، پیروز 2، ریحان شکست ثلث و تحریری. که مثلا من خودم به شخصه ثلثش رو دوست دارم، ثلثش قشنگه. یه سری قابلیت‌های خیلی ساده ای داره در حد کشیدگی حروف. یعنی مثلا شما وقتی که بخواید کشیدگی رو انجام بدید، آلت و اسپیس رو که بزنید در واقع به این شکل در میاد، یه دونه دیگه بزنید به این شکل در میاد، دوباره به حالت اولیش در واقع برمیگرده. و اون جایی که قابلیت کشیدگی وجود داشته باشه رو برای شما انجام میده، اون جایی که نداشته باشه مثل ت، خب یقینا کاری رو انجام نمیده. چسبوندن این دوتا حروف رو به هم نداره. تو نرم افزار کلیک کلین که فوق العاده است برای این جور کارا، مطلع نرم افزار نداره، صرفا به یه دونه کشیدگی عملا این نرم افزار اکتفا گرفت و خب به نسبت قیمتش هم بد نیست. اگر فونت دیگه رو خواستید، مثلا من فونت شکسته نستعلیقش رو هم دوست دارم، شکسته alt space از این قسمت بین حروف بزنید، این به این شکل در میاد، به همین سادگی. و در نهایت اگر شما خواستید خروجی بگیرید، کنترل A رو میزنید، alt و حرف C روی کیبورد رو میزنید و اینجا میتونید که خروجی رو در واقع انجام بدید. کپی رو اگر بزنید، میتونید که خیلی ساده به صورت اسمارت آبجکت توی فتوشاپ پیاده بکنید. چطور؟ من فتوشاپ میزنم برای باز شدن، یک صفحه جدیدم درست کردم، نرم افزار میرماد اون وردپدی که در واقع بود رو، این رو کپی میزنم میارم توی فتوشاپ، کنترل V، و خب مثلا اینو میذارم رو حالت پیکسل، اوکی، و در نهایت اون رو بزرگ بزرگش میکنم، زمین رو وسط، آلتو میگیرم، شیفت رو هم میگیرم و بزرگ بزرگش میکنم، و در نهایت خوشنویسی ما به این شکل در میاد. و مثلا اگر ما خواستیم که سری تغییراتی انجام بدیم، اینو میام کانورت تو اسمارت آبجکت، دوبار کلیک میکنیم روش و خوشنویسی ما به این شکل هست. در مقایسه با کلک، همونطور که عرض کردم، قابلیتاش به زور اگه به 1/5 برسه، کلک فوق العاده است. کلک خودش یک ادیتور داره، سری قابلیت های خیلی خاصی هم داره برای بحث کلون کردن، برای بحث اصلا تایپوگرافی خاص توی خود محیط کلک. اما خب شما میتونید که از این نرم افزار هم برای کارهای ساده تون استفاده بکنید. اگر در حد یک خوشنویسی خیلی ساده میخواین توی فتوشاپ داشته باشید، توی بعضی از نرم افزارها داشته باشید، میتونید که این نرم افزار رو تهیه بکنید و با سادگی هر چی تمام‌تر، مثل همین تصویری که الان دارید ملاحظه میکنید، میتونید که کار تایپوگرافی و خوشنویسی و کارهای خوشگل مشکلتون رو انجام بدید. منتها این نکته رو قاعدتا تا الان توی آموزش‌های من و توی ویدیوهای من باید فرا گرفته باشید که خب ابزار ساده صرفا ابزاره، مطالعات خلاقیت شماست که این وسط همه چی رو میسازه. طرف ممکنه با ابزار خوب کلک اصلا نتونه یک کار حرفه‌ای در بیاره، اما یکی کسی هست که با خود فونت نستعلیق فتوشاپ میاد کارهایی میزنه که خب فوق العاده است. لذا به ابزار اکتفا نکنید، اما خب ابزارها چیزای خیلی خوبی هستن که کارهای ما رو به راحتی پیش میبرن.
ممنون و متشکرم که تو این ویدیو هم با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای دیگه هم رو هم ببینید. اگر از ویدیو من خوشتون اومد میتونید که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، چه در آپارات چه در یوتیوب. و خوشحال میشم که اگر انتقاد، پیشنهاد، نظری دارید حتما توی کامنت ها برای من به اشتراک بذارید. ممنون و متشکرم. موفق و مؤید باشید در پناه حق. خدا یار و نگهدار شما باشه.